شما تو اتوبان داری حرکت میکنی، ناخودآگاه یه ترمز ریز میزنی، حالا حس کردی ترمز کن، از اون جایی نقطه که شما هستی تا اون ابتدای اتوبان همه یه ترمز میزنی. حالا شما بگو اندازه 2 ثانیه، حالا همه این آدما کار دارن، شما به واسطه اون 2 ثانیه ترمز کردنه، یا نه هزارم ثانیه، میلیون هزارم ثانیه ها تاخیر ایجاد کردی. حالا من این حرف رو دارم میگم، فکر کنید اون اتوبان مسیر ظهوره، اون ترمز هم نقص من و شماست و مسئله ای که ممکنه تبدیل به مانع بشه. این مانع فقط من نیستم که این ترمز رو زدم، من در کل مسیر که قراره به یک هدفی برسه، به یک غایتی برسه، اون هزارم ثانیه رو ضرب در میلیون ها هزارم ثانیه دیگه کردم که میشه یه عدد فوق العاده گنده. مترو میرسی، در داره بسته میشه، میری پاتو میذاری لای در که در باز میشه، چقدر طول میکشه؟ 3 ثانیه. شما حساب کن چند تا واگن اون قطار، چقدر آدم اون توه؟ شما 5 ثانیه ضرب در تمام وقت همه اون آدما کن، تأخیر ایجاد کردی، طرف 5 ثانیه دیرتر به کارش میرسه. حالا فارغ از مسائل حق و ناسیشو اینا که بخوایم پیگیری بکنیم که آگاهانه است یا ناآگاهانه، ما اگر خودمون رو در مسیر و قطار ظهور ببینیم، بعد اون لایک کردنمون خیلی با تأمل میشه، اون فالو کردنمون خیلی با تأمل میشه، یه توییت نوشتنمون ولو این که چه فیو نخوره چه ریت نخوره، ولی این همون هزارم ثانیه است که شما زدی تو مسیر. این ریت و لایک شما و این فیو شما ضربه در هی دوتا ویو دوتا ریت ریت آروم آروم میشه یه تره. یه آدمه به واسطه شهرتش، به واسطه اینکه حالا پروموت شده به هر دلیلی، داره به قهقرا میره، فقط بذارید برم. یه جایی اون لایک شما تو ذهن اون میگه خب من 1000 تا لایک دارم، دوست داشتن رفتار پذیرفتن بازم داشت. یه بار به این فکر کنم آقا برای لایک هایی که میذارم شما میگم ازم سوال کنه، از تو میپرسم، یعنی اندازه همون یه لایک صحیح میدر به قهقرا رفتن اون طرف.